حالا این صفحه هایری ممکنه شما در ارتباط با قتل عکاس ایرانی، عکاس کانادایی ایرانی که در زندان اوین رخ داده آخرین اطلاعات رو ما بدید؟ مقامات دولت کانادا، افکار عمومی دولت کانادا و پسر خانم زهرا کاظمی استفن هاشمی خیلی اصرار دارن و پافشاری میکنن برای اینکه جسد به کانادا برگردونده بشه برای کالبد چکاپی، ولی جمهوری اسلامی مخالفت کرده. خبرهایی است که اصلا ایشون به خاک سپرده شده. خبرهای دیگه خود دولت کانادا داد که مادر خانم کاظمی با دفن کردن دخترش در کنار منزلشون موافقت کرده. یه مسئله قضایی هم اینجا هست، اینه که چون دولت جمهوری اسلامی اصل دو ملیتی رو قبول نداره و خانم زهرا کاظمی با گذرنامه ایرانی وارد ایران شده و فعالیت میکرده، به همین دلیل جمهوری اسلامی هم ایشون رو اصلا ایرانی میشناسه. آقای خوشوقت مدیر کل رسانه های بین المللی هم در یک اطلاعیه‌اش گفت که ایشون بعد از اینکه دستگیر میشه مدارک شناسایی ایرانی تحویل میده و به همین دلیل هم با ایشون به عنوان یک شهروند ایرانی رفتار شد. به عبارت دیگه چون ایشون شهروند ایرانی بود مقامات حق داشتن که ایشون رو به قصد کشت بزنن، کما اینکه کردن این کارو، ولی اگر واقعا کانادایی می بود شاید که هنوز زنده می بود. خبرهای دیگری هم هست که بازجویی در وزارت اطلاعات و آقای سعید مرتضوی که حالا شده دادستان تهران انجام داده. گویا قبلا ایشون به مقامات گفته بود که به قول خودشون یک مهره بزرگ، یک جاسوس بزرگ گرفتن، یک دانشجو رو در عین ارتکاب جرم بازداشت کردن و وقتی که این جاسوس دستگیر میشه که حتما منظورش فیلم برداری و عکس برداری بوده نزدیک زندان اوین، دیسکت فیلم رو میخوره و برای اینکه این دیسکت رو از بدنش خارج کنن میفرستنش به بیمارستان. به حال اینا شایعاتی است، ولی با توجه به شناختی که ما از جمهوری اسلامی داریم و از بعضی از شخصیتاش در دستگاه قضایی داریم بعید نیست که تمام این حرفا درست باشه. ولی حالا مسئله مونده، دولت کانادا همچنان امیدواره که با تشکیل یک کمیته 4 نفره تحقیقاتی از طرف آقای خاتمی به نتیجه‌ای برسن. حالا یا کالبد چکاپی در ایران بشه، بعضیا میگن کالبد چکاپی شده و دکترا به مقامات گفتن که ایشون در اثر سکته مغزی در گذشته. خبرهای دیگه هم هست که اینطور نیست، ولی به هر حال در اینکه ایشون در مدت بازجویی شدیداً کتک خورده بوده و بعد این منجر به خونریزی مغزی شده هیچ تردید نیست. با سپاس فراوان از شما.